درود و سلام گرم من به تمام هموطنان عزیز ایرانی من. امروز ما به طرز استفاده و اینکه چرا ما پیش قبض داریم، کارت داریم، خنجر و این ستا رو میپردازیم. من امروز خواستم به شما اینو چند تا کوتاه نشون بدم در ویدیو که اینا به چه صورت روشون عمل کرد میشه انجام داد. که در سمت چپ خنجره که دو لبه و در کنار اون یک دونه کارد یک لبه، بعد در کنار اون یه پیشقبضه که مثل حرف S انگلیسیه که یک طرفش تیزه و یک ذره سمت راستش و اونورم کارد خمه، ولی کارد خم رو امروز در موردش صحبت نمی کنیم چون کارد خم که به طرف داخل از داخل می بره اون یه چیز خیلی خاصیه که خیلی هم کم استفاده می شده نسبت به اون ستای دیگه. امروز در طرز استفاده اون ستای دیگه می خواستم با شما بهتون نشون بدم. ما به پیشقبض میرسیم. پیشقبض همینطوری که میبینید به طرف پایینش تیز، اونجا که خم میشه مثل S یه بار خم میشه دوباره میره بالا خم میشه، پشتش یه ذره هم تیز. پیشقبض یک سلاحی هستش که همونطوری گفتم در این ویدیوی مخصوص پیشقبض در جلوی شکم هم میشده. پیشقبض برای این بوده برای یه سری مثلا خفتان که حریف تنش میکرده به قسمتایی که خفتان که باز بوده به اون قسمت رو حمله میشده و با حمله به اونا سعی میکردن که در نبردهای تن به تن از نزدیک بتونن به خفتان زخیم و روش اگه به خصوص حلقه تنشون بوده به سره حلقه ای نفوذ کنن. که پیشقبض برای این کار بسیار خوبه و شما میتونید از اون استفاده کنید که الان من اونو به شما در اینجا نشون خواهم داد. چیزی که میبینید الان من اینجا پیشقبض به طرف خفتان زخیم، خفتان خیلی زخیمی که به رنگ قرمزه، ببینید وسط خفتان که بازه، حتی اگه زره حلقه‌ای باشه زره حلقه‌ای که رو خفتان پوشیده میشه وسطش بازه، پیشقبض از پایین میره به خاطر اینکه شبیه اس حرف اس به طرف بالا خودش نفوذ میکنه به زیر زره یا به زیر خفتان به طرف شکم حریف اون قدیم ها، برای همین به این شکل بوده. ببینید به چه صورتی. یکی از کاربردهای اصل که پیشقبض اینه که الان شما در این ویدیو میبینید. ببینید حرکت دست، ببینید به چه صورت میره پایین بعد میاد بالا، متوجه میشید؟ این خیلی مهمه، مستقیم نیست. ببینید من نشون میدم اینجا رو، از پایین میاد بالا، میبینید از پایین میاد بالا، این خیلی مهمه. حرکت دوم اساسی اون اینه که وقتی که حریف سپرشو میبره بالا که محافظ سر بشه، مثلا شما با دست دیگه‌تون ضربه میزنید با دست چپ که مثلا مجبورش سپر ببره بالا، شما میتونید با پیشقبض به زیره، ببینید خفتانای زخیم برای اینکه بتونه حرکت کنه میشه زیر بغلشون یه سوراخه، یه بازه که حتی اگه روش حلقه امونو بپوشونه باز چون خفتان نیست زیر حلقه میشه با خفتان هم همکاری میکنه، نوکینگ میتونه تو حلقه بره نفوذ کنه و به اونجا به حریف صدمه بزنه. که قدیما برای همین باز هم ببینید به صورت به زاویه‌ای که طرف اینجا راست به چپ میاد به صورت یک زاویه میاد، مستقیم نمیره. میبینید به چه صورت حریف من رو انجام میده این حرکت رو؟ مثلا من به شما نشون میدم زاویهش به این صورته که از این ور میاد و اونجا این عمل کرد نشون داده میشه. من الان اینجا میرم به سمت کارت. کارت مستقیمه و با یک سلاح مستقیم کاربرد دوتا کاربرد اساسی و دوتا هدف اساسی کارت رو من اینجا به شما نشون خواهم داد. بهتون گفتم دو نوع بوده، یه نوع که سرش مخروطی شکله، این که الان مخروطیه برای اینکه بتونه در حلقه های زره حلقه‌ای بهتر نفوذ کنه، برای همین هم که سرش مخروطی هستش که شما الان اینجا مشاهده میفرمایید. و بعضیش نه، کارت مهم اینه که یک طرفش تیزه، این خیلی مهمه که شما این رو در نظر بگیرید که کارت به چه صورت مورد استفاده قرار می گرفته و اون یک طرفش هم توی گفتم تیز بود. الان شما اینجا رو دقت بکنید، در اینجا ببینید کارت میاد به طرف قسمت جایی که وسط سینه است، ببینید اونجا خفتانم باز میشه بازم چون خفتان میاد رو هم دیگه، حتی اگه زره حلقه‌ای باشه اونجا وسط زره حلقه‌ای مجبور شه با حلقه اینا رو جورشو میبندن با یه تسمه،
و اینجا شما اگه مستقیم ببینید، ولی حرکت کارت که میره جلو اگه دقت کرده باشید، یک دونه مثل خط تقریبا مستقیم میره جلو، مثل پیشقبض است بیاد به طرف بالا. مثلا پیشقبض شما فرض کنید مثل آپرکات میاد بالا، یا مثل هوک و چپ به راست اگه زیر بغل میخواست بزنه. کارت باید مستقیم بیاد به خاطر شکل هندسی و مکانیکی اون. همونطور که میبینید میاد جلو و از ضربه رو میزنه. و این خیلی مهمه که شما اون رو، این مسئله رو در نظر بگیرید در کار. ببینید به چه صورت اینجوری مثل پیشقبض نمیره، بلکه مستقیم باید بیاد جلو. دیدید؟ من دوتاشو به شما نشون دادم که به چه صورت باید باشه و به چه صورت نباید باشه. و اینجا به طرف حلقم، به طرف حلقم یک دونه ضربه ای که اونجا وقتی خفتان گریبان هست جلوش همیشه بازه، حتی اگه یک ذره حلقی یه دونه کلاخوت سرتون باشه که اون جلو همیشه بازه، میشه توش نفوذ کرد، که اینم برای کارده که از اونجا میشه از اون مسئله استفاده کرد، همینطوری که الان خودتون اینجا میبینید. اگه دقت کرده باشید باز هم زاویه کارت اینجا مستقیمه به طرف حلق مستقیم میره به طرف حلق، همینطوری که الان خودتون میبینید. ما میریم به طرف خنجر. خنجر همینطوری که میبینید دولبه، از دو طرف چیزه، و خنجر برخلاف کارت و پیشخست که نوکش به سمت جلوه، سر نوک خنجر به سمت پایینه و اون خمیدگی تیغه به سمت آرنج خودتون باید باشه. یه چیز خیلی مهمی در خنجر هستش که وسط تیغ هم یک برآمدگی داره، همطوری که خودتون مشاهده میفهمید. خنجرهای نوعای مختلف دارن و اندازه‌های مختلف در خنجر که شما اینجا هم الان مشاهده میفهمید. من دو تا تکنیک کلی از خنجر رو به شما نشون میدم. اصلا که مثلا بیش تکنیک زیاده، ولی فقط خواستم ببینم بهتون نشون بدم که چرا شکلای اینا با هم دیگه فرق میکنه. من اینجا به شما نشون میدم، اینجا که ببینید میاد از بالا به سمت پایین میاد، و همونطور که از بالا به سمت پایین میاد میره و اینجا در خفتان و گریبان نفوذ میکنه. ببینید اینجا در خفتان و گریبان نفوذ میکنه، همطور که خودتون اینجا مشاهده میفرمایید، در خفتان و گریبان نفوذ میکنه. میبینید جایی که خفتان باز میشه از کنار، و حتی اگه زره حلقه‌ای هم باشه روی کلاه خود، از اون گوشه میتونید توش نفوذ کنید. زاویه رو میریم مثل پنجه میره، و دومی هم الان بهتون نشون میدم، دومی مثل یه هوک میاد، وقتی که مثل سپر میره بالا که من دفاع کنم، حریف من ببینید به صورت افقی میاره و خنجر رو زیر بغل من جایی که به باز هست زیر خفتان ضربه میزنه. دستم که یاد بالا از اونجا میاد و ضربه میزنه، همونطوری که الان خودتون اینجا مشاهده میفرمایید. دست میاد بالا و از اونجا ضربه زده میشه. مثل یه خوک افقی به سمت زمین. خیلی ممنونم از اینکه به کانال من اومدید. پیروز باشید هموطنان گرامی. کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بزنید، زنگوله رو بزنید و به امید دیدار.